این فایل زیپ و این فایل کمپرس شده ما حالا روی سی پنل ما قرار گرفته و با هم باید برای نصب و ادامه دادن این راه این فایل رو بیاییم و اکسترکت کنیم یا از حالت فشرده سازی خارجش کنیم. من کافی که روی همین فایلی که الان ما با هم دیگه آپلود کردیم، فقط دوستان توجه داشته باشین وقتی دارین نصب میکنید وردپرس رو، حالا یه راه دیگه هم وجود داره که بهش میگن راه ایزی انستالر، که از طریق نصب کردن ایزی انستالر رو هم خب من توضیح میدم جلسات بعدی که چطور میتونیم از طریق فایل ایزی انستالر وردپرس رو نصب کنیم. اما فقط کافی من روی همین فایل توجه داشته باشین چیز دیگه اینجا قرار نگرفته باشه تو این قسمت پابلیک دادش پابلیک اندرلاین HTML تون. کافی روی این فایل من کلیک کراس بکنم و گزینه اکسترکت رو بزنم. حالا میگه محلی که میخوای شما اکسترکت کنی این فایل رو که همین صورت درسته پابلیک اندرلاین HTML هست، من روی اکسترکت فایل کلیک میکنم و اجازه میدم که فایل ها رو برای من اکسترکت کنه. من گزینه کلوز رو میذارم. حالا میبینیم که یه پوشه تحت عنوان وردپرس برام درست شده که من اگه واردش بشم میبینی یه سری فایل ها اینجا وجود دارن که اینها فایل های اصلی ما هستن. خب من یه بک میزنم و به خاطر اینکه الان اجازه بدید من این صفحه رو ریلود کنم، صفحه هاستم رو، میبینیم که تو این قسمت آمارها الان من خب به خاطر اینکه هاستم یه مقدار کم حجم هست از فضای فایل هاست ما داره استفاده میکنه و در واقع اومده و 70 مگ هاست ما رو اشغال کرده که میتونه از لحاظ بارگذاری وبسایت برای ما مشکل ساز باشه. راه حل پیشنهادی که هست این که این فایل زیپ وردپرس رو چون شما اکسترکت کردین دیگه احتیاج بهش ندارین، روش کلیک راست کنید و دیلیت کنید این رو و این رو کلا حذف کنید از روی سی پنل خودتون. حالا من اگه برگردم اینجا مجددا میبینیم که خب باز اینجا 57 مگ و بالاخره یه از مقدار فضا رو بیشتر واسه ما آزادسازی کرده. اما من الان وردپرس رو روی هاست خودم آپلود کردم و دیگه کاری باهاش ندارم، فقط یک مرحله مونده. اگه من اینجا آدرس وبسایتی که الان با هم دیگه داریم روش کار میکنیم رو بزنم، میبینی که فعلا این که اصلا اجازه نمیده به ما، باید وارد پوشه وردپرس بشم من حتما که بتونم مراحل نصب رو اینجا عرض به حضورتون ادامه بدم که الان توضیح میدم همین قسمت رو، نگرانش نباشید. به خاطر اینکه این مشکل رو حل بشه و من دیگه این عبارت رو نزنم و هر موقع که هیراکس وب داتایا رو وارد کردم مستقیما وارد صفحه وبسایت من بشه، برای رفع این مشکل وارد همین پوشه وردپرس هم میشم من و تمام فایل هایی که اینجا هستن با این گزینه سلکت آل انتخاب میکنم. این فایل ها رو با استفاده از دکمه موو که این بالا قرار گرفته روش کلیک میکنم و حالا اینا رو قرار بیارم توی قسمت اصلی، توی این قسمت مستقیما توی این قسمت اصلی public.html خودم، یعنی اینا رو از پوشه خارج کنم. خب وارد پوشه وردپرس هم میشم، اینا رو همشون رو سلکت آل میکنم، گزینه موو رو میزنم و این قسمت پوشه وردپرس رو میام و پاک میکنم و میگم خب مستقیما توی همین پوشه public.html اینها رو برای من موو بده و روی این گزینه کلیک میکنم که حالا میبینی اینها همشون کات شدن و به اون قسمت رفتم. اگه یه بک بزنم اینجا الان میبینی که دیگه وقتی الان وارد قسمت public.html خودم بشم به این صورت public_html معذرت میخوام، میبینی که فایل ها برای من اینجا قرار گرفته شده و من دیگه کاری با این پوشه وردپرس هم ندارم. چرا؟ چون توش خالیه و من میتونم این پوشه وردپرس هم بیام و دیلیت کنم. درست فضا نمیگیری که پوشه خالیه، ولی خب پاک میکنم که جلو دستمون نباشه. من کل فایل های وردپرس هست، اگه من همین فایل هم روی سیستم خودم باز کنم دقیقاً میبینید که یه سری پوشه ها وی پی ادمین، وی پی کانتنت و اینکلودز و یه سری فایل های دیگه اینجا قرار گرفته شده که عیناً همینا رو من دانلود کردم و آپلود کردیم با هم دیگه طبق چیزی که دیدیم توی جلسه قبلی روی هاست سی پنل خودم. خب اجازه بدید من یه بار دیگه مجدداً آدرس وبسایت خودم رو وارد کنم. من الان فقط عبارت hiraxweb.ir رو وارد می‌کنم و می‌بینی که صفحه خوش آمد ما رو میبره و میگه سلام، خیلی خوش اومدین، میخوایم نصب کنید و اینا. یه سری توضیحات دیگه هم به ما میده که میتونید حالا مطالعه کنید خودتون اینها رو و روی گزینه بزن بریم کلیک میکنید. فقط قبل از اینکه این گزینه رو بزنید ببینید رفقا، الان داره به من میگه من یه سری چیزا میخوام، نام دیتابیستون میخوام یا همون پایگاه داداتون میخوام، نام کاربریشو میخوام، رمز عبورشو میخوام، میزبانشو میخوام و الی آخره. من روی بزن بریم کلیک میکنم که وارد این صفحه بشم و اطلاعات دیتابیس خودم رو وارد کنم. اما خب ما الان دیتابیس نداریم که، ما الان اومدیم فقط وردپرس رو دانلود کردیم و روی همین هاست خودمون آپلودش کردیم، پس الان دیتابیس ما کجاست؟ ما هنوز ایجادش نکردیم. اجازه بدیم برگردیم به صفحه سی پنل خودم. همون جوری که من عرض کردم خدمتتون توی دقایق قبل، گفتیم ما فقط با چند گزینه کار داریم. یکی فایل منیجری که آقا ما الان کارامون رو باش کردیم، اصلا من فایل منیجرم بستم دیگه، من هیچ کاری باش ندارم و
توی این قسمت پایین تر، توی این قسمت دیتابیس ها میتونیم وارد بشیم و دیتابیس خودمون رو بسازیم. روی این قسمت MySQL Database Wizard کلیک کنید شما، همین قسمت توی سربرگ دیتابیس ها توی صفحه اصلی سی پنل خودتون، و وقتی که وارد این صفحه شدین حالا میتونید یه دیتابیس بسازید. استپ یک، مرحله یک، create a database، database بساز، new database، میگه database واسه ما بساز. رفقا این اسمی که خودش Hirax Web Underline که اینجا قرار گذاشتین دیگه دست من نیست که بخوام تغییرش بدم، و شما الان کافیه اسم اینجا وارد کنید. مثلا من اینجا تست وارد میکنم اسم database خودم رو و next step رو میزن، و حالا خب پیغام میگه که خب آقا شما databaseتون رو ساختین، اسمش هم هست این Hirax Web Underline Test. اون تست رو که من وارد کردم این که اجباری خودش Hirax Web رو قبلش وارد کرده. خب پس این الان نام دیتابیس منه دیگه که میگه شما ساختیدش. من میام تو این قسمت میگه نام پایگاه دادات رو وارد کن، من این رو اینجا پیست میکنم، تمام شد. Hirax Web Underline Test این آدرس یا نام دیتابیس من هست. دوستان من یک بار برای همیشه دیتابیس رو میسازم و کلا دیگه وارد این قسمت نمیشم، یعنی اصلا نیاز نیست که من دیگه وارد این قسمت بشم. هر گزینه‌ای، هر تغییراتی چیزی شما بخواید انجام بدین توی پنل خود وردپرس، حالا جلوتر میریم و میبینید که به چقدر ساده و خیلی راحت حالا اون کار رو انجام میدیم ما. منتها دیتابیس ساختن خب یه مقوله مهمی هست و بهتره که شما خیلی دقت کنید، چون یک بار برای همیشه ساخته میشه. این اطلاعات رو هم فقط یک بار تو همین صفحه، ببینید تو همین صفحه وارد میکنید و دیگه هم بهش احتیاجی ندارد. خب میگه یوزرنیم میخوام، یوزرنیم میشم من واسهش وارد میکنم مثلا Hirax به همین صورت، البته من Hirax رو اشتباه نوشتم، Hirax تمام شد. میگه پسوردم برای من در نظر بگیرید. خب من حالا میام پسوردم حالا اینجا به این میدم که اگه ببینیم حالا مثلا من پسورد واسه این وارد کردم، اگه من پسورد 1234 رو بزنم این اصلا اجازه نمیده که من بخوام دیتابیسم رو درست کنم، اینجا ارور داره به ما میده. من مجبورم که یک پسورد خوب و قوی واسه این وارد کنم، که شما هم باید همین کار کنید، بید و پسورد قوی وارد کنید، چون دیتابیس وبسایت شما مهمترین و کاملترین قسمت وبسایتتون هست. برای اگه اطلاعات دست کسی بیفته خب خیلی راحت میتونه بره هک کنه وبسایتتون. و very strong الان به من داد، یعنی بسیار قوی این پسورد من. همچنین یه گزینه اینجا هست که اگه شما رو این کلیک کنید خودش میاد پسورد همینجوری واسهتون قوی میسازه، ولی من به صورت دستی وارد میکنم که یادم هم بمونه. اینا رو هم اگه جا یادداشت کردین محض اطلاع خودتون خب باز چه بهتر. پس نام کاربری من وارد کردم، پسوردم وارد کردم، یه بار دیگه پسوردم وارد کردم، برای این قسمت creating user کلیک کردم. الان میبینید خیلی راحت یه یوزرم برای من اینجا اضافه شد. توی کدوم دیتابیس؟ توی دیتابیس Hirax Web Underline Test من یه یوزر با نام حالا Hirax Web Underline Hirax برای من ساخت. من یه پسوردم براش در نظر گرفته بودم دیگه، اون پسوردش رو البته نام کاربریشه من وارد میکنم اینجا، و حالا پسوردی رو هم که اونجا در نظر گرفته بودم واسش که همین بود اینجا وارد میکنم. خب تو همین قسمت میگه که خب شما دوستان باید بید و دسترسی به این دیتابیس رو مشخص کنید دیگه. این یوزرنیمی که الان با هم ساختیم چه دسترسی داشته باشه، بتونه مثلا جدول رو حذف کنه، یه چیز جدید بتونه مثلا ببینه، بتونه ویرایش کنه، بتونه یه چیز جدید درست کنه فلان و اینا، که میتونید اینا رو علامت بزنید و یه سری دسترسی خاص رو به دیتابیس بدین. ولی وردپرس به همه این دسترسی ها نیاز داره، پس این گزینه all privileges رو که حالا ذره تلفظش هم سخته بزنید و تمام این دسترسی های موجود رو به این دیتابیس بدین. و next step که بزنید شما میبینید که میگه که آقا یوزر فلان داخل دیتابیس فلان اد شد و این دسترسی ها رو من بهش دادم. من دیگه نیازی نیست که کلن وارد سی پنل خودم بشم، واسه دیگه کاری باش ندارم. وارد قسمت راه اندازم میشم من. این قسمت میزبان و پایگاه داده و پیشوند جدولم که اصلا نمیخواد دستش بزنه. من روی گزینه فرستادن کلیک میکنم که الان البته داره به من میگه که احتمالاً یه چیزی که من وارد کردم اینجا اشتباه بوده، که بله من نام کاربری رو اگه یادتون باشه نام کاربری رو این قرار دادم. کپیش میکنم، میام اینجا بازش پیستش میکنم، نام پایگاه دادم هم که این بود دیگه، درسته؟ خب من روی فرستادن میزنم و تموم شد. خب رفیق دیگه توی مرحله از نصب کار شما تموم شده، میتونید الان اوکیه دیگه، همه کارها رو میتونید انجام بدین. من اصلا ببینید رفقا دیتابیس اصلا کاری ندارم باش، با فایل منیجر اینا کلا سی پنل هم میبندم، من این سفرم میبندم تموم شد. ما وردپرس رو نصب کردیم روی
وبسایتمون. حالا یه قسمت راه اندازی نصب هست، من روی راه اندازی نصب کلیک میکنم که وارد صفحه میشیم و وردپرسمون رو به صورت کامل 0 تا 100 نصب کرده باشیم. الان وردپرس روی هاستمون نصب شده و من دیگه کاری باش ندارم. الان عبارت هیراکس وب داتا یا رو من اگه اینجا کپی کنم و بدم به شما به عنوان دوست خودم، وارد این وبسایت میشین و خیلی راحت کارتون رو انجام میدین. عنوان سایت رو من بعد اینجا براش در نظر بگیریم. عنوان وبسایتی من بعد برای این بنویسم، من میسم هیراکس وب. یه نام کاربری اینجا از من میخواد. ببین دوستان، برای رمز عبور و یه ایمیل، اون نام کاربری که ما دفعه قبلی وارد کردیم که اصلا مال دیتابیسه، خب من اصلا کاری با اون ندارم دیگه. الان دیگه صحبت من سر خود وبسایتم، اون که دیتابیس بود اصلا مبحثش تموم شد، اومدیم یه دیتابیس ساختیم و وصلش کرد. حالا شما باید این نام کاربری برای ادمین این وبسایت در نظر بگیرید، یعنی مدیری که وارد پنل مدیریت میشه. حالا میگم جلوتر پنل مدیریتی چه. مثلا من نام کاربری ادمین رو انتخاب میکنم، نمیتونم اسم خودم رو اینجا وارد کنم، ولی خب همون ادمین رو در نظر میگیرم. و رمز عبور که الان خودش از قبل ساخته واسه، خب و این رمز عبور حالا مدیریتی خودت هست که مثلا اومده خیلی امن اینو ساخته که من اینها مثلا پاک میکنم و این رمز عبور خودم رو وارد میکنم. البته میبینیم بسیار سوت زده و این قسمت راه اندازی وردپرس اصلا واسه من خاموش شده. من باید حتما بیام مثلا یه هیراکس وب مثلا 1 2 3 9 8 7 اینم باز میگه بسیار سوس. من یه علامت آندرلاین میزنم، یه علامت ادساین میزنم اینجا، این رو هم من کپی میکنم که یادم نره. یه پسوردم، حالا هرچی دوست داری دیگه، من این حالا بسه تست دادم که فقط این گیر نده. و یه ایمیل از شما میخواد رفقا، که این ایمیل خیلی مهم هست. ایمیل شما زمانی که پسورد یادتون بره، یه سری اتفاقا بیفته، کاربرای مثلا بخوان ارتباط برقرار کنن با شما، طریق ایمیل با شما باید در ارتباط باشن، که من روی این گزینه ایمیل میزنم و حالا ایمیل خودم رو اینجا info@hiraks.ir که اگه به این ایمیل هم شما، حالا من اینو واسه تست زدم، ولی خب این ایمیل اصلی وبسایت هست، اگه اینجا ایمیل بزنید جوابتون حتما میده. و یه گزینه بعدی داره که نمایش به موتورهای جستجو. آقا اگه این تیک رو شما بزنید میاد میگه به موتورهای جستجوگر مثل گوگل، مثل بینگ، مثل یاهو، فلان و فلان و اینا، بگو که آقا اصلا نیان وبسایت منو بررسی کنه. چرا بررسی نکنه؟ خب شاید یه وبسایت خصوصی باشه یا یه وبسایت برای تست باشه. دلیلی نداره که مثلا گوگل یا یاهو بیان و این اطلاعات رو از شما یا بیان وبسایت شما رو حالا با اون رباتاشون آنالیز کن. خب الان کافیه که شما این تیک رو من پیشنهاد میکنم نزنید، چون اگه تیک رو بزنید که میگه که دیگه گوگل و اینا کاری دیگه نداشته باشن کلا با شما، یعنی بررسی نکنم وبسایتتون. برای راه اندازی وردپرس من کلیک میکنم. فقط قبلش یه مرور کنیم عنوان سایت، که الان عنوان سایتمون رو مشخص کردیم، یعنی این وبسایت اسمش این هست، هرچی شما دوست داشته باشید. نام کاربری هم باز دست خودتونه، یه رمز عبور برای مدیریت احتیاج دارید. راه اندازی وردپرس رو من کلیک میکنم و تموم شد. الان وردپرس برای ما به صورت کامل نصب شده و من میتونم در مراحل بعدی ازش استفاده کنم. و این هم میتونه، خب من پسورد رو من سیو میکنم و تموم شد دیگه. میگه لذت ببرید، وردپرس شما نصب شده. خیلی ممنون که همراه ما هستین. ما به خاطر اینکه وقت آموزش گرفته نشه، 0 تا 100 آموزش وردپرس که ما دادیم علاوه بر نصب کردنش و اینا، شما دیگه وارد سی پنل هم نشین، چون فکر نمی‌کنم احتیاجش داشته باشین دیگه. من اگه خواستید حالا ادیتی چیزی بزنید حالا بعدن، که بحثش جداست. شما وردپرس الان کامل نصب کردین، تبریک عرض می‌کنم خدمتتون. وردپرس رو روی هاست آنلاین نصب کردین. بالا اگه من این آدرس هیراکس وب داتای آر رو به عنوان دوستم به شما بدم، شما وقتی که توی این وبسایت برین، الان دیگه وبسایت من رو با عنوان هیراکس وب مشاهده میکنید و میتونید از این استفاده کنید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. ما رو حمایت کنید، ما زحمت‌های زیادی میکشیم واسه تدوین ویدیو. امیدوارم با لایک ها و سابسکرایب هاتون و نظراتون ما رو حمایت کنید.